سلام، وقتتون بخیر. تو این بخش میخوایم یاد بگیریم که چجوری انیمیشن وایت بوردی بسازیم. و برای این ساختن این نوع انیمیشن ها ما از برنامه ویدیو اسکرایب استفاده میکنیم. به این انیمیشن نگاه کنین، در آخر یاد میگیریم که چجوری این انیمیشن رو تو برنامه ویدیو اسکرایب پیاده سازی کنیم. شده بخوای پیتزا بخری اما تو اداره هستی و نمیتونی، یا اینکه بخوای بری بیرون ولی ماشین نداشته باشی، وقت کمی به خاطر ویروس کرونا نمیخوای بری بیرون؟ قطعا راه حلت پیش ماست. چاتیس فود همیشه و در همه جا. مقاله کاملش حالا اینجا به صورت توضیحی گذاشتیم، ولی خب اگه دوست نداشته باشین میتونین ویدیوشو ببینین. در ابتدا باید برنامه رو روی کامپیوترمون نصب کنیم. ما انتهای مقاله برنامه لازم رو گذاشتیم برای دانلود. برنامه ویدیو اسکرایب هست و فارسی نویس ما برای تایپ کردن فارسی تو برنامه، چون این برنامه از فارسی پشتیبانی نمیکنه. و بعد از اینکه برنامه ها رو نصب کردین، به همین شکل فایل رار هست که بعد حتما برنامه وین رار روی کامپیوترتون نصب باشه. به این ترتیب روی برنامه کلیک راست میکنیم و گزینه اکسترکتیر رو میزنیم. البته توجه داشته باشید که تو خود برنامه یه فایل پچ هست که به خاطر اینکه حالا بعضی فایل های پچ به عنوان ویروس شناخته میشن، ممکنه آنتی ویروستون اون فایل رو شناسایی نتونه بکنه درست، و یا که پاکش به همجور که ببینید اینجا ویروس انتریت پروتکشن ارور میده که ما باید به صورت موقت آنتی ویروسمون رو غیر فعال کنیم. روش کلیک بکنیم، از این قسمت سمت چپ ویروس انتریت پروتکشن رو میزنیم و تو قسمت منیج سیتینگ اینجا ریل تایم پروتکشن رو آف میکنیم. یس میزنیم و یک بار دیگه الان هم تو که ببینید فایل پچمون الان آیکونش درست شد، یعنی اینکه بهش گیر نمیده. خب برنامه رو به همین ترتیب روی فایل اگزه MSI دبل کلیک میکنیم، نیکست، تو هم مسیر پیش‌فرض رهاش میکنیم، نیکس، اینستال رو میزنیم. روی یس کلیک میکنیم و منتظر میشیم که برنامه نصب بشه. اینجا تیک گزینه لانچ اسپارک و ویدیسکرایب رو برداریم و فینیش رو بزنید، چون نمیخوایم که بعد از اینکه برنامه نصب شد اجرا بشه. فینیش رو میزنیم و الان فایل پچمون پاک شده، اشکال نداره. باز میام یه بار دیگه اینجا اکسترکتیر میزنیم به خاطر همون مسئله اینکه خود آنتی ویروس اینو به عنوان ویروس شناسایی میکنه. الان فایل پچ رو کپی میکنیم و به محل نصب برنامه میریم. اینجا برنامه اسکرایب و یا ویدیو اسکرایب رو که اگه سرچ بکنیم کلیک راست میکنیم و اوپن فایل لوکیشن رو میزنیم. هنوز اینجا توی محل نصب برنامه نیستیم، باز کلیک راست میکنیم پروپرتیز و اوپن فایل لوکیشن رو میزنیم. الان اومدیم محل نصب برنامه تو درایو سی، پروگرام فایل، اسپارکل و اسپارکل ویدیو اسکرایب. اینجا فایل پچمون رو پیست میکنیم، کانتینیو و اجراش میکنیم.
الان اینجا چون موسیقی داشت من نتونستم صحبت کنم، رو همون فایل، رو همون چیزی که کلیک کردم کلیک کرد میکنین و اون فایل اگزه رو با فایل اگزه خود برنامه جایگزین میکنه و عملیات پچ با موفقیت انجام میشه. الان من اگه برنامه رو اجرا بکنم، ببینید که برنامه نصب شده با موفقیت، ولی برای به اصطلاح کار کردن با برنامه باید حتما یه اکانت داشته باشیم، باید یه اکانت بسازیم. اینجا که دنیو اکانت رو میزنم و وارد سایت سازنده برنامه میشم. اینجا من فرست نیم رو مثلا اینجا کانفرم این آدرس، یعنی تکرار آدرستون، و اینجا پسورد قوی باید برای اکانتتون انتخاب کنید. اینجا نوشته حداقل 8 کاراکتر باشه، یه حرف بزرگ، یه حرف کوچیک حداقل، و تلفیقی از حروف و اعداد باشه. من اینجا یه پسورد خوب برای خودم انتخاب میکنم. و این تیکه I agree انتخاب میکنم. الان اینجا به پسورد من گیر داده، یادون یه پسورد دیگه انتخاب میکنم. خب ممکنه هر رمزی اینجا شما بزنین قبول نکنه برنامه و بهتون ارور بده. من پیشنهاد میکنم که از یک پسورد قوی استفاده کنیم. میتونید توی گوگل سرچ کنین مثلا پسورد جنریتور. پسورد جنریتور رو که بزنین یک پسورد رندوم قوی براتون ایجاد میکنه. مثلا اینجا طبق حالا چیزی که گفته باید حداقل 8 کاراکتر باشه. اینجا میتونین 8 انتخاب کنین، میتونین 15 کاراکتر انتخاب کنین، هر چی قوی تر باشه بهتره. و مثلا من اینو میذارم رو 15 کاراکتر. تمام این حروف بزرگ و کوچک و از کاراکتر خاص هم استفاده میکنم. جنریتو که بزنم یه پسورد به من اینجا میده که پیشنهادم اینه که این پسورد رو یه جا نگهداری کنین، حالا تو برنامه لاست پاس یا تو نوت مثلا گوشی یا کامپیوترتون میتونین نگهداری کنین که دفعه دیگه اگه خواستین وارد اکانتتون بشین پسورد رو فراموش نکنین. پس اینجا من این پسورد رو وارد میکنم و کلید کریت اکانت رو میزنم. و همطور که ببینین اینجا با اینکه پسورد خیلی قوی هم انتخاب کردیم و تلفیقی از حرف و عدد هست، ببینید که هم حرف داره، هم حروف کوچیک هست، هم حروف بزرگ هست و کاراکتری خاص هست، داره گیر میده به ما و این باگ برنامه هست. شما میتونید اینجا از گوگل ساین اپ کنین و با یکی از اکانت های گوگل یا فیسبوکتون میتونید به برنامه وارد بشین. اینجا رو گوگل کلیک کنین، یکی از اکانت های گوگلتون رو انتخاب بکنین، اینجا پسوردتون رو وارد کنین. حالا ممکنه این به اصطلاح اروری که میده ممکنه مدام به شما ارور بده، ولی خب اینو بزنین و چند بار اینو رفرش کنین. الان ما وارد اکانتمون شدیم. ببینین اینجا اسم من اینجا نوشته، ولی خب اون قسمت پسورد داشت ارور میداد و این یک به اصطلاح ضعفیه که تو این قسمت پروفایل اگه بخواید پسوردتون رو عوض کنین میتونین اینجا پسوردتون رو عوض کنین و آدرس ایمیلتون رو وارد میکنین و یک لینکی به پسوردتون میفرسته که از اینجا میتونین پسوردتون رو عوض کنین. پس این یک باگ خود برنامه در واقع ویدیو اسکرایب هست. حالا ما
از اینجا میایم همون ایمیل رو وارد میکنیم. و پسورد رو که اونجا انتخاب کردیم اینجا پیست میکنیم و لاگین میکنیم. خب اینجا پسورد چون چند بار امتحان کردیم به اصطلاح ممکنه ارور داشته باشه، اینجا فورگاتن پسورد رو بزنین و آدرس ایمیلتون رو وارد میکنین. اینجا گفته فورگاتن پسورد، آدرس ایمیلتون رو اینجا وارد میکنین و دکمه سند رو میزنین. یه ایمیل میاد براتون، وارد ایمیلتون بشین و از اینجا پسورد جدید رو برای خودتون انتخاب بکنین. امیدواریم که این دفعه گیر ندن. اینجا گفته یک عدد 6 رقمی هست، این 6 رقمی اینجا این رو تکیه میکنیم و پسورد جدید رو وارد میکنیم. بس پسورد رو میزنیم. الان پسورد ما تغییر کرد و حالا برمیگردیم به برنامه و همون پسوردی که انتخاب کردیم رو وارد میکنیم. تیک گزینه ریممبر میمیم که بزنین، یعنی منو به خاطر بسپار دیگه، حالا دفعه های دیگه که وارد برنامه بشیم بهتون گیر نمیم. اینجا توافق نامه ای هست که حالا خود ویدیو اسکرایب گذاشته، اینو تایید میزنیم و وارد برنامه میشیم. خب حالا برای شروع یه پروژه جدید از این قسمت Create a New Scribe کلیک میکنیم و صفحه برنامه باز میشه. خب حالا اینجا باید سناریومون مشخص باشه که میخواییم چی کار بکنیم. فرض کنیم که میخواییم تبلیغ یک پیتزا فروشی بکنیم و طبق سناریو، حالا توی سناریو که ما داشتیم اگه دقت بکنین اینجا گفتیم که شده پیتزا بخوای اما توی اداره هستی و نمیتونی، یا اگه بخوای بری بیرون ولی ماشین نداشته باشی. خب اینجا ما اسلایدهای مختلف داریم که باید توی این برنامه ویدیو اسکرایب تنظیمش کنیم. خب برای اسلاید اول کلمه پیتزا لازم داریم و اداره برمیگردیم به برنامه. قبل از هر چیزی پروژه اون رو سیو میکنیم، از اینجا سیو اور اکسپورت رو میزنیم، اسم پروژه اون رو مشخص میکنیم، مثلا فرست پروژیکت یا پروژه اول. اینجا هم که همون آن اسکرایب رو میزنیم و اگه بخواییم توی فولدر این پروژمون ایجاد بشه اینجا کرییت نیو فولدر رو میزنیم و اگه بخواین اینو توی کامپیوترتون استخراج بکنین، فرض کنین توی داکیومنت یا دسکتاپ، اینجا فرست پروژکت رو ذخیرهش میکنین و تایید رو میزنین. الان همینجور که ببینین قسمت بالا فرست پروژکت نشان میده. الان باید با یه عکسی به پروژمون اضافه کنیم، از این قسمت Add New Image کلیک میکنیم، چند لحظه صبر میکنیم تا این عکس ها از کتابخونه خود برنامه لود بشه. از این قسمت Search Terms کلمه دیسک رو مثلا سرچ میکنیم و دکمه اینتر رو میزنیم، میگرده دنبال حالا عکسایی که توی کتابخونه هست و هر کدوم که دوست داشتیم میتونیم انتخاب بکنیم. حالا برای شروع ما میتونیم مثلا از این عکس استفاده کنیم، روش کلیک میکنیم و این عکس وارد محیط وایت بوردمون میشه. در واقع الان عکس بعدی عکس پیتزا هست، ما میتونیم باز روی همین دکمه کلیک کنیم و کلمه
پیزا رو تایپ کنیم. حالا چند مدل پیزا داریم، مثلا اینو انتخاب میکنیم. اینو با این قسمت چهار گوشه ها میتونیم کوچیکش کنیم و حتی اینا رو جا به جا بکنیم. مثلا میتونم این بالا بذارم، با این قسمت بالا و پایین میتونیم اینا رو جا به جا بکنیم. حالا ما میخواییم به این ایفکت بدیم مثلا چجوری وارد صفحه بشه. روش دابل کلیک میکنم. از این قسمت اگه بخواییم به صورت رسمی یعنی به صورت مدادی به اصطلاح کشیده بشه، درار رو انتخاب بکنیم. الان بخواییم پیشنمایش رو ببینیم، به این شکل ببینیم که اینو داره رسم میکنه. من اگه بخواییم به صورت مثلا دستی باشه، مثلا دست وارد بشه اینجا، الان زاویه وارد شدن دست از گوشه در واقع سمت راست هست. حالا اینا رو میتونیم تعیین بکنیم، مثلا از پایین بیا میبینیم، یا مثلا میگم از بالا بیا. اینا رو میتونیم تعیین بکنیم و ثانیه ورودش هم از این قسمت ببینید الان خیلی طولانی بود. الان من اگه این ثانیه شو کم بکنم، مثلا بذارم روی 3 ثانیه، خیلی سریعتر این عمل اتفاق میفته. این ثانیه شو پس اینجا حتما مد نظر داشته باشین. و این قسمت موبین هم که باز حرکات بیا، این فیدین هم که حالت از حالت کم رنگ به پر رنگ تبدیل میشه. حالا این ما با این کار میکنیم، حالا مثلا از بالا وارد میشه، اینو اوکی میکنیم. و برای پیتزا هم مثلا فرض میکنیم که از قسمت سمت راست مثلا پیتزا اضافه میشه. اینم ثانیه شو کم میکنیم، مثلا تو 2 ثانیه 2 ثانیه و نیم. و حالا اینو اگه پلی بکنین و همیشه ببینیم که انیمیشنمون پخش میشه. و حالا ما تا اینجای کار درست کردیم. حالا میخواییم اسلاید بعدی توضیح بدیم که میخوایی بیرون ولی ماشین نداشته باشی. اینجا ما یه عکس ماشینی لازم داریم برای که میتونیم بین اسلاید ها جا به جا بشیم. اسلاید دوم انتخاب میکنیم و یکی از این فلش ها رو میذاریم. مثلا میخواییم اینها بره سمت راست و ماشینمون مثلا کنار این ظاهر بشه. اینا رو از صحنه به همین شکل دور میکنیم و وقتی صحنه خالی شد عکس ماشین اون رو سرچ میکنیم. اینجا کار رو مثلا سرچ میکنم، اینتر رو میزنم و یکی از این ماشینی که حالا اینجا هست رو انتخاب میکنیم. اینجا صفحات زیادی داره که میتونیم صفحه بعد یا صفحه قبل بزنیم. مثلا این ماشین رو انتخاب میکنم. خب اینجا باز به همین شکلی که از افکت‌ها رو انتخاب میکنیم. این دفعه ما میخواییم بگیم که به صورت نقاشی رو رسمش کن و تایمش هم باز میاریم روی مثلا 3 ثانیه که سریع این عمل اتفاق بیفته. میدیم مثلا کل ماشین رو تو 3 ثانیه برامون رسم میکنیم و اینو میزنم. حالا اینجا ما باید یه ضربه در روی ماشین رو بیاریم، چون اینجا گفتیم میخوای بری بیرون ولی ماشین نداشته باشی. خب ما ماشین نداشته باشی رو میتونیم با یک علامت ضربه در نشون بدیم. حالا علامت ضربه در من تو این برنامه سرچ کردم نبود، از این قسمت
ایمپورت میتونیم در به در خودمون یا هر عکسی که حالا توی اینترنت هست میتونین سیف کنین. مثلا حالا همینجا میتونین ضرب در رو سیف کنین. حالا هر از این عکس زیاد هست PNG شو میتونین ذخیره کنین به این شکل. مثلا من همین رو ذخیره میکنم، فرض کنیم توی داکیومنت و توی این برنامه میام و همون عکس ضرب در رو انتخاب میکنم. الان اینو گفته به چه صورت وارد بشه، میگیم به صورت موبین یا همون به صورت دست، مثلا از سمت راست حالا یا از سمت راست یا از بالا یا هر جور که خودتون دوست داشته باشین میتونین وارد بشه. اینم حالا مثلا مدل مختلف هست میتونین تست میکنین این شکل که اسموس از همش بهتر هست یا به صورت نرم وارد میشه. ببینیم به این شکل روی ماشین رو قرار میگیره و میتونیم سایزش رو کوچیکتر یا بزرگتر کنیم. برای تنظیم زمانش هم باز به همین شکل میتونیم دابل کلیک کنیم و این رو روی مثلا 3 ثانیه یا 2 ثانیه و نیم قرار بدیم. و حالا باز اسلاید دو هم تموم شد و به همین ترتیب میتونیم بریم وارد اسلاید 3 بشیم. مثلا وقت کمه به خاطر ویروس کرونا نمیخوای بری بیرون. اونجا مثلا این دفعه دوربین رو به سمت مثلا پایین هدایت میکنیم، این میره پایین و اسلاید بعدیمون شروع میشه. اینجا باز یه عکس یه مردی میذاریم که تو فکر فرو رفته. مثلا از این قسمت سمت چپ people mail رو انتخاب بکنین. حالا یکی از این تصویرها مثلا حالا این که حالا این هست میتونیم مثلا از این عکس استفاده کنیم به این شکل. الان باز به این شکل هم میتونیم بهش ایفکت بدیم. مثلا این دفعه من این رو به صورت فیدین میارم، همش هم بخواهی مثل هم نباشه، یکم تنوع بکنم اون میدیم و این هم میذارمش روی 3 ثانیه و میتونیم یه عکسی هم حالا ویروس کرونا حالا اگه اینجا سرچ میکنیم اگه بود که سرچ میکنیم و درباره ویروس عکس های مختلف رو بررسی میکنیم و اگه به اون چیزی که میخوایم رسیدیم انتخابش میکنیم. این هم باز کوچیکش میکنم، این هم بردش میکنم. این هم باز میتونیم درابش بدیم، مثلا ثانیه شمیه میتونیم این ترتیب اسلاید 3 ما تموم میشه و میتونیم حالا صورت ضرب در هم روش کار کنیم که مثلا به علت ویروس و کرونا نمیتونیم بریم. باز همین علامت ضربه داری که دانلود کردیم و میتونیم روش بذاریم به این شکل. این هم مثلا به صورت فیدین میتونیم بیاریم، زمانش هم مثلا هم به ثانیه بذارم.
که خیلی سریع اتفاق میفته. الان اسلاید 3 هم تموم شد و به همین ترتیب بقیه اسلاید ها رو میتونیم بسازیم. این دفعه من اینو میبرم بالا، من پایینش هست، میبریم سمت راست مثلا اینشه. باز اینجا میتونیم یه تصویر دیگه اضافه کنیم. حالا اگه داشتیم پیتزا رو اینجا سرچ میکنیم، از این تصویر ها هست. اگه دوست نداشتیم میتونیم از تصویر های به اصطلاح اینترنت استفاده کنیم، که البته این تصویر نسخه پریمیوم هست و پولیه و اینو میتونیم از اینترنت دانلود بکنیم. از این قسمت میتونین تصویرتون رو داخل برنامه ایمپورت کنین. این حالا عکس آشپزمون هست. اینو میتونین به صورت موبیل مثلا بیارین، از سمت چپ مثلا وارد بشه به این شکل و زمانش هم باز میتونیم تعیین کنیم به این شکل. و باز بریم به سلاید بعدی. این دفعه مثلا میریم بالا، این هم میبریم بالا، این خط خطکش هست و تصویر آخرمون میتونیم حالا لوگو خودمون رو بذاریم و حالا متن شعارمون هم میتونیم بذاریم. باز از اینجا مثلا همین عکس پیتزا رو من انتخاب میکنم، اینو کوچیکش میکنم به این شکل، اینو مثلا به صورت فیدینگ میذارم یا روی زمان مثلا 2 ثانیه یا 3 ثانیه. و متنمون رو اینجا باید بنویسیم، مثلا اینجا نوشتیم چاتیز فود همیشه و در همه جا. همونطور که گفتم تو این برنامه نمیشه فارسی تایپ بکنیم و راه حلش استفاده از فارسی نویس هست، که حالا ما فارسی نویس همو رو بهتون پیشنهاد میدیم. اینجا میتونید دانلود بکنیم و بعد از اینکه دانلود کردین نصبش کنیم. نصبش هم خیلی راحته. اول بعد از اینکه دانلود کردین از حالت فشرده خارجش میکنین و شروع به نصبش میکنین. نیکس نیکس نم تمام نصیب پیش فرض رها میکنیم. نیکس نیکس همش نیکس میزنین و منتظر میشیم تا فارسی نویس روی کامپیوتر نصب میشه. بعد از نصب برنامه روی دکمه فینیش کلیک کنید و از این قسمت سرچ همو رو سرچ کنید. من دیدونی فارسی نویس همو نصب شده. الان متنی که مد نظرتونه رو اینجا تایپ میکنیم، مثلا چیزی که اینجا نوشته بودیم. چاتیز فود همیشه و در همه جا. و اینو از این قسمت کلیک راست کرده و گزینه کپی آن فرمت تکست رو میزنیم. وارد برنامه میشیم و از این قسمت پایین سمت راست Add New Text رو میزنیم. اولین کار که باید بکنیم اینه که فونتمون رو انتخاب بکنیم. از این قسمت Manage Font کلیک میکنیم
و فونت یکی از فونت های بد رو سرچ میکنیم. این سرچ نمیشه بکنیم، باید به صورت دستی انجام بدیم. این شکل همجور ببینیم که از این فونت های که با بد شروع شده رو، حالا مثلا ما فونت بی ماجیک رو انتخاب بکنیم. یکی از این فونت ها رو میتونید، مثلا این لوله رو میتونید انتخاب بکنید. اینجا حد میزنید بدون اینکه دست چیزی بزنید، روی این کلیک میکنید تا تمام حروف ها داخل برنامه ایمپورت بشه. و این از این قسمت بطلوله رو انتخاب میکنیم و اینجا پیست رو میزنیم. دست این حالا ممکنه کلمات عجیب و غریب باشه ولی مهم نیست، اینو اوکی کنین. همطور که ببینین فونتمون ایمپورت شده، ولی خب ببینیم مثلا این چهش یا تیش ممکنه دقیق نشون نده و میتونید یک فونت دیگر رو انتخاب بکنید. از این قسمت باز میتونید رو منیج فونت کلیک کنید و یکی دیگه از فونت های بد رو انتخاب کنید، چون این برنامه سازگاری نداره و با فونت های فارسی سازگاری نداره و مجبوریم از این روش استفاده کنیم. مثلا اینجا بی ماجیک رو مثلا میتونیم انتخاب بکنیم. اینو اوکی میکنیم و از این قسمت بات ماجیک رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. الان میبینین فونتمون بدون هیچ مشکلی داره نمایش میده. و این هم باز میتونیم نوع اومدنش رو انتخاب بکنیم به این شکل، این هم که بزنین یعنی از سمت راست به چپ بکشیم. میبینین این هم بتونیم زمانش رو کم بکنیم. و این رو اوکی میکنیم. حالا من اگه به اول اسلاید ها برم و این رو پخش بکنم، البته این دوربین ها میتونیم تنظیمش بکنیم. حالا این هم بهتون توضیح میدم به چه صورته. بعد از اینکه تنظیم کردیم که به مثلا دوربینتون به چه صورت میخواین باشه، مثلا مهم میز اداره مشخص باشه و این پیزا مثلا بالای سرشون باشه، اینجا set camera to current position رو میزنیم که به اصطلاح دوربین به همین پوزیشن که الان ما انتخاب کردیم تنظیم بشه. حالا اگه من اینو یک بار دیگه پلی بکنم از ابتدا، میبینیم که همون چیزی که ما تعیین کرده بودیم برامون داره نمایش میده.
باز اینم ببینید الان از تصویر بیرون رفته، اینم باز میتونیم تنظیم بکنیم. اینجا اینو مثلا میبریم جلو، اینجا باز سید کمیرا پوزیشن رو بزنیم، اینه که درست شد. باز همیشه اینم باز اگه دوست داشته باشین همون پوزیشن باشه یا نه فقط خودش تنها باشه، اینو میتونیم مثلا کوچیکش کنیم به این شکل وسطش کنیم. بنابراین اگه از اسلاید قبلی شروع به پخشش کنم و به این ترتیب میتونید با دوربینا بازی کنید. مثلا اینجا دستش کامل بیرون نرفته، اینو انتخاب میکنم، دوربین رو یک کمی برم میبر و کامرا رو تنظیم میکنم. باز اگه خواستی میتونیم زوم رو تنگو کنیم، قسمت بالاش رو هم بازی مست کنیم و سید کامرا رو میداریم. اگه پلی کنیم این قسمت پایین هم به همشه باز مشخص شده. این رو یکم زومش میکنم و دوباره کامرا رو تنظیم و به همین ترتیب میتونیم در واقع انیمیشن FA بسازیم. این قسمت که آخری زوم میشه، این تیک زوم اد اند رو بردارین و وقتی به انتهاش میرسه همونجا ثابت باقی میمونه. خب حالا مرحله بعدی اینه که یک موزیک بکراند اضافه کنید. از این قسمت اسکرایب میوزیک میتونین یک موزیکی حالا از ژانرهای مختلف هست، یکی از اونا رو که دوست داشته باشین حالا با توجه به نوع مثلا تبلیغتون یا فرض کنین مدت زمانش، الان میبینیم مثلا مدت زمان این 2 دقیقه و 28 ثانیه هست و ما نیازی به حالا این مدت هم نداریم. حالا هر کدوم که دوست داشته باشین میتونین پخش کنین و هر کدوم که دوست داشتین رو من انتخاب میکنم برای مثال و این دکمه اپلای رو میزنم و موزیکم به در واقع انیمیشنمون اضافه میشه. و مرحله آخرم اینه که صدامون رو ضبط کنیم. حالا برای ضبط صدام دو روش وجود داره، یا از خود این قسمت میکروفون صدامون رو از حالا به این طریق ضبط میکنیم، این دکمه پلی رو میزنیم و روی همین انیمیشن اون صدا ضبط میکنیم. و اگه دوست هم نداشتیم میتونید حالا از برنامه های ضبط صدا مثلا مثل ضبط صدای خود ویندوز استفاده کنیم یا از برنامه های ادوب آدیشن و پول ادیت و برنامه زیادی هست که یا از خود مثلا موبایلتون میتونید ضبط بکنید و بعد اینجا از این دکمه ایمپورتش کنین با فرمت MP3 و بذارین روی انیمیشنتون که حالا صداتون این انیمیشنتون با صدا باشه. خب برای ضبط صدا این دکمه اول اینجا میکروفونتون انتخاب، اگه میکروفون خارجی دارین از این میکروفون خارجی استفاده کنین. چون من حالا میکروفون داخلی خود لپتاپ هست همین رو پیش فرض انتخاب میکنم. اینجا هم حتما تیکش رو بزنید که پلی بشه و بر اساس اون انیمیشنتون بتونید صدا رو ضبط کنید. دکمه قرمز رنگ رو میزنید و بعد از 2-1 شروع.
شده بخوای پیتزا بخری اما توی اداره هستی و نمیتونی؟ وقتت کمه به خاطر ویروس کرونا نمیخوای بری بیرون؟ الان صدا رو حذفش کردم. حالا ما میخوایم اینو تایم انیمیشن اونو کوتاه کنیم که حوصله کاربر سر نره و وقتی این انیمیشن رو ببینه با حوصله نگاه کنه. اینو میذاریم همش روی یک ثانیه. هر کدوم از اینا بخواد 3 ثانیه طول بکشه واقعا زمان زیادیه و واقعا جور در نمیاد. اینو حالا روی 3 ثانیه رها میکنیم، اینو کمش میکنم و آخری هم همون پیشفرز رها شد. الان اگه وقتی انیمیشن رو پخش کردیم همینجوری روش میخونیم ببینیم آیا با انیمیشن جور هست، با اون زمانی که تعیین کردیم جور هست. اگه جور بود یه بار دیگه این دکمه وایس اوور رو میزنیم و یک بار دیگه صدامون رو پر میکنیم. 3, 2, 1. شده بخوای پیتزا بخری اما تو اداره هستی و نمیتونی؟ یا اینکه بخوای بری بیرون ولی ماشین نداشته باشی؟ وقتت کمه و به خاطر ویروس کرونا نمیخوای بری بیرون؟ قطعا راه حلت پیش ماست. چاتیس فود همیشه و در همه جا. خب هم تو که دیدیم صدا اون رو پر کردیم و الان میداریم که پروسس بشه و اینو میتونیم پخشش کنیم. شده بخوای پیتزا بخریم اما تو اداره هستی و نمیتونیم؟ یا اینکه بخوای بری بیرون ولی ماشین نداشته باشی؟ وقتت کمه به خاطر ویروس کرونا نمیخوای بری بیرون؟ و اگه دیدیم که از نتیجه کار راضی هستیم این دکمه تیک رو میزنیم و صدا روی انیمیشن قرار میگیره. الان من اگه این رو پخشش بکنم الان صدای بکراند ما خیلی بیشتر از صدای در واقع آهنگ پس زمینمونه. اینو میتونیم اینجا صداشو کمتر بکنیم، مثلا اینو بذاریم روی متوسط، رو به پایین، برای اینو اوکی میکنیم و یه بار دیگه پخشش میکنیم. شده بخواهی پیتزا بخریم اما توی اداره اصلا نمیتونیم؟ باز میتونیم صداشو کمتر کنیم. شده بخوای پیتزا بخریم اما توی اداره اصلا نمیتونیم؟ اگه صدای اینم کمه باز اینم میتونیم زیادترش کنیم. شده بخوای پیتزا بخریم اما توی اداره اصلا نمیتونیم؟ یا اینکه بخوای بریم بیرون ولی ماشین نداشته باشیم؟ و اگه از نتیجه کار راضی بودیم اینو یک بار پروژه رو سیو میکنیم و از این قسمت دانلود و پابلش اسکرایب ویدیو میتونیم توی به اصطلاح کامپیوترمون ذخیرهش کنیم. و اگه دوست داشتیم روی ویدیومون یه لوگو بذاریم، مثلا لوگو شرکت بذاریم یا حالا لوگوی اختصاصی شخصیمون بذاریم، میتونیم از اینجا یه لوگو انتخاب بکنیم. مثلا من این لوگو
جدید آکادمی رو انتخاب میکنم و روی دکمه دانلود کلیک میکنم. اینجا تنظیماتی باید انجام بدیم، میتونین فرمت فایل ویدیوتون رو مشخص کنیم. من اینجا مثلا WMV انتخاب میکنم و کیفیتش هم اینجا میذارم روی 720p یا فرمت همون HD و محل ذخیره فایل ویدیویتون هم از اینجا میتونین مشخص کنین، حالا روی دسکتاپ یا داکیومنت فولدر، یا اگه مد نظرتون میتونین توی فولدر قرار بدین و روی این علامت تیک کلیک کنین و منتظر بمونین که فایلتون خروجی بگیره و همطوری که میبینین با آهنگ و همون صدایی که تعیین کرده بودین میتونین از فایلمون خروجی بگیرین. چونه بخوایی پیزا بخرید اما توی اداره هستی و نمیتونید؟ یا اینکه بخوایی برید یه رو بری ماشین نداشته باشید؟ وقت کمی به بخاطر یه روی که کنونا نمیخوایی برید بیرون؟ قطعا راه حل پیش ماست. ساتیسکو همیشه و در همه جا. همونطور که دیدیم بعد از اینکه رندر گرفت به صورت اتوماتیک پخش میشه و اگه وارد حالا محل نصب محل به اصطلاح ذخیره فایل برم، اینجا فرست پراجکت میتونیم ببینیم با فرمت WMV و حجم 20 مگابایت که اینو میتونین توی حالا شبکه‌های اجتماعی توی یوتیوب، اینستاگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی میتونین منتشرش کنین. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین.